4 صبح بریم دوستی. هر کسی به صورت میانگین توی هفته ممکنه 3 تا ایمپالس پرچس داشته باشه. وقتی که ما خرید زیادی داریم میکنیم به خاطر اینه که ما با خودمون حال نمیکنیم. جالبه که آدم پیش رفتش رو میبینه. دفعه پیش من از همون اول مفصل لگنم درد گرفته بود، این سری توی 1 کیلومتر آخرین تور شد، کلا 3 کیلومتر میدویم، وسطش هم مثل کمینه چیز میریم. خیلی خواستم کتابخونه. گفتم بیام راجع به یه موضوعی که خیلی برای خودم همیشه معضل بوده و خیلی هم دنبالش میگشتم که راه حلش رو پیدا کنم، بیام باهاتون صحبت کنم. اول از همه اینکه به توصیه میاپلیز توی یکی از ولاگای قدیمیش من دیده بودم که میگفتش که من صبح که پا میشم سراغ مثلا اینستاگرام و نمیدونم توییتر رو اینا نمیرم، میرم توی پینترست، به خاطر اینکه پینترست خیلی مثلا به من ایده های خوب میده و اینا. من یه مدت توییترم پاک کردم، کلا توییتر به نظر من خیلی فضای سمی داره و این مدت مثلا اون تایمایی که دلم میخواد یه مقدار اسکرول کنم و اینا میرم توی پینترست. پینترست الگوریتم خیلی خوبی داره، یعنی به ندرت پیش میاد که چیز چرت و پرت نشونت بده وقتی مثلا تو به سر چیزای خاصی علاقه داری دیگه. خلاصه من همینطور که داشتم اسکرول میکردم یه مقاله دیدم، حالا اونجا همش عکسه دیگه ولی عکس‌ها پین شده مثلا به یه مقاله، یه مقاله دیدم در مورد اینکه چرا ما نمیتونیم جلوی بینج باینگ به اصطلاح میگن، یعنی خریدهای همین شکلی یه دفعه‌ای خودمون، خریدی که یه دفعه‌ایه و براش پلن نداشتی، حس نمی‌کنی نیازی نداشتی، چجوری میتونیم جلوی این کار رو بگیریم. اول از همه بچه ها اینو بدونید که هر کسی به صورت میانگین توی هفته ممکنه 3 تا ایمپالس پرچس داشته باشه یا 3 تا خرید همجورکی. خب مثلا یه دفعه گفته بذار برم فلان چیزو بخرم، که در سال این مقاله اومده بود حساب کرده بود گفته بود که هلوهوش 5400 دلار میشه که خیلی عدد زیادی، حالا به پول ما قطعا انقدر نمیشه ولی خب بازم خودش عدد خیلی خیلی گنده ایه. من اینو نوت برداری کردم که بس چیزشو قلم نندازم. حالا کلن اصلا ما چرا این کار رو میکنیم؟ یه بحثش بحث دوپامینه. خب کلن انسان چیزای جدید رو دوست داره دیگه، بهشون علاقه داره و وقتی هم خب ما یه چیز جدید میگیریم به خاطر همون که دوپامین توی بدن ما آزاد میشه خب طبیعیه که خیلی خوشحال میشیم و اینا. ولی موضوعی که وجود داره اینه که دوپامینی که شما بعد از خرید در واقع توی بدنتون آزاد میشه خیلی زودمون حس شادیش فروکش میکنه. مثلا من یادم یه تایمی بود خرید که میکردم اون لحظه خوشحال بودم، ولی مثلا وقتی که طول میکشت و پست میآورد و اینا خیلی وقتا حتی اصلا مثلا برام مهم نبود که بخوام اون بستر رو باز بکنم. دقیقاً علتش هم همینه که اون دوپامین خیلی خیلی سریع میاد پایین. حالا نکته ای که هستش اینه که ما چند وقت بعد،
خب وقتی میخوایم برگردیم به اون چیزی که خریدیم فکر کنیم، اصلا حس شادی نمی کنیم. اما اگر یه پولی رو داده باشیم و باهاش یه تجربه جدیدی به دست آورده باشیم، اون تجربه جدید در واقع حس شادی که با میده خیلی بیشتره. میشه گفتش که خاطره های ما از تجربیات ما شکل میگیرن دیگه، نه از خریدای ما. که پس خیلی معقول تره که به جای اینکه پولمون رو بدیم برای خرید، پولمون رو بدیم برای به دست آوردن تجربه یا یادگیری که خودش باعث میشه اعتماد به نفسمون بیشتر شه. یه نکته جالب این هستش که وقتی که شما خیلی خرید میکنین، یکم به این فکر کنید که نکنه من یه مقدار عزت نفسم مشکل داره، یکم اعتماد به نفسم مشکل داره. چون ما وقتی یه چیزی رو میخریم فقط اون چیزه رو نخریدیم، در واقع شعار اون کمپانی رو خریدیم. مثلا فرض کنید این کانسیلر به من میگه که ببین اگه تو اینو بزنی خوشگل میشی، تو شعارهای تبلیغاتیش مثلا میگه که گودی زیر چشمم، تیرگی زیر چشمو برطرف میکنیم. من فقط یه کانسیلر نمیخرم، من در واقع به خاطر اون ایده زیباتر شدن، اون ایده این که خب الان من یه نیاز خیلی شدید دارم، من خیلی مثلا زیر چشم گوده، میرم اون کانسیلر رو میخرم. یعنی اون کمپانی در واقع میاد برای ما یک نیاز ایجاد میکنه و ما حس میکنیم من اگر اون محصول رو داشته باشم خیلی خوشحال میشم، در صورت که طبق تجربه های قبلیمون دیدیم که اصلا اینطوری نیست. پس در واقع میشه گفتش که وقتی که ما خرید زیادی داریم میکنیم، حالا همه ی خریدها رو هم نمیگم ولی یه بخش زیادی از همین ایمپالس پرچس ها به اصطلاح، به خاطر اینه که ما با خودمون حال نمیکنیم. چند وقت پیش داشتم یه دونه کتاب میخونم، دقیقا یادم نیستش که چی بود، ولی خیلی جالب بود. مثلا میگفتش که شما فکر میکنین کمپانی های بزرگ مثلا مثل شنل و اینا بیشترین سودشون مثلا از گرونترین محصولاتشونه. فرضاً یه کیف مثلا 20,000 دلاری داره، نمیدونم 30,000 دلاری داره، بیشترین سودی که داره میکنه از فروختن اونه، در صورتی که بیشترین سودی که داره از لاین مثلا رژ لباشه. به خاطر اینکه قیمت اونها کمتره، آدمهای بیشتری میتونن اونا رو بخرن و آدمهایی که توی قشر متوسط هستن، مثلا طرفی میگه که خب ببین من عاشق شنلم، اون استوری مثلا پشت کوکو شنل و اینا رو من خیلی مثلا دوست دارم، برام جذاب بوده، دوست دارم یه چیزی از شنل داشته باشم. و اون آدم خب طبیعتاً نمیتونه مثلا یه کیف 20,000 دلاری بخره، ولی مثلا شاید بتونه رژ لب شنل رو بخره. خیلی جالب بود، میگفتش که اتفاقا کسایی که توی قشر متوسط هستن بیشتر کسایی که ثروتمندن پول خرج میکنن، چون میخوان پول خرج کنن که نشون ندن متوسطن، که سطحشون رو بالاتر از اون چیزی که هستن نشون بدن. و این برای خیلی از کمپانیا میشه گفتش یه چیز خوبه که یه استوری تولید میکنیم، طرف خودش با سطحی که توش هست حال نمیکنه، در نتیجه میاد از ما مثلا خرید میکنه، یه چیزی میگیره که واقعا خریدش مثلا براش سخته ولی دوست داره دیگه، خوشحالش میکنه، بهش حس اعتماد به نفس میده، حتی شده مثلا برای یه مدت کوتاه. حالا من خیلی نمیخوام برای مثلا این موضوع بیام راه حل بگم، چون خودم همچنان درگیرش هستم، ولی چیزی که این برنامه داشتم میخوندم این بودش که خب مثلا همون بریم بیشتر سراغ این که مهارت‌های جدید یاد بگیری، نمیدونم اون پول و خرج تجربه کردن بکنین، مثلا سفر برین، پیکنیک برین، نمیدونم برین موزه ها رو ببینین، گالری ها رو ببینین، چون قطعا دوپامین ناشی از اونها جوریه که شما تا چند سال بعدم که یادش میفتی خوشحال میشی. ولی چند بار پیش میاد مثلا به یه لباسی که چند سال پیش خریدی فکر کنی خوشحال شی، خب دیگه اینجوری که خب ببرم یه جدیدشو بخرم، اوکی دیگه قدیمی شده، مثلا کاش پول دستم بیاد برم یه دونه جدیدترشم بخرم. خیلی اینو میگفت و اینکه اگر که واقعا حس میکنین که یه بخشی از مشکل شما به خاطر همون قضیه سلف استیم و عزت نفس و این حرفا هستش، قضیه خرید کردن براش مثل یه چسب زخم کوچولو برای یه زخم گنده میمونه و فقط باعث میشه که شما پولتون رو از دست بدین. پس تراپی و این حرفا رو یادتون نره. خلاصه اینم از این بود، خیلی برای من چیز جالبی بود و خودم نوت برداریش کردم که حتما بعدا اینو تو ذهنم داشته باشم و حتی اگر شده از اون سه تا ایمپالس پرچسی که حالا آدم ها به صورت میانگین دارن یکیشم کم بکنه، بازم چیز خوبیه. بچه بیاین اسنک هایی که میبرم کتاب خونه با خودم و بهتون بگم که چیه. خب آبو که طبیعتاً میبریم با خودمون، من یه دونه انرژیزا هم همیشه با خودم میبرم، یه انرژیزایی که زیرو باشه،
میدونم اصلا خوب نیست، ولی از اونجایی که متاسفانه اعتیادم خیلی زیاده و همش وسط درس خوندن خوابم میگیره، باید حتما اینکه اینا بخورم. بعد من ماست ایسلندی هم با خودم میبرم هر روز به اندازه حدودا مثلا نصف یه لیوان اینطورا. این دیگه چون آخرشه خود ظرفش دارم با خودم میبرم. بعد دو تا دونه رایس کیک میبرم، وسطش یکم کری بادوم زمینی زدم با یه چند تا دونه خورما که با چای بخورم. اینم که لیوانمه. کشکام هم میبرم اگه همش مثلا دلم بخواد که یه چیزی بجوام و اینا. کشکام خیلی خوبه و چون که خیلی هم خوشمزه نیست، اینطور نیستش که بخوای زیاد بخوری. بعد دیگه این تو هم که چند تا چیز گذاشتم دیگه، دمنوش و نمیدونم چای و از این قهوه های بدون شکر، این قهوه آماده، اینم از این پودرای چای کرکه، این هم باز خوشمزه است ولی کالریش زیاده. دیگه اینا رو با خودم برم. امروز با خودم ناهار نمیبرم چون این کتابخونه که میخوام برم نزدیک کلاناه و یادتونه من اون سری سالاد کینو و فارست گرفتم و گفتم چقدر خوشمزه بود. خیلی هوس کردم، خیلی هوس کردم و این مدت هم جاهایی که رفتم نزدیک کلانا نبود که بخرم. دیگه امروز به عنوان جایزه که این مدت دختر خوبی بودم و ورزشم کردم، درسم خوندم، میخوام برای خودم سالاد کینو و فارست بخرم. بریم کتاب خونه، دیرم شد. شدم دیگه الان حدودن سر هفته. آره دیگه فیلم برای امروز کافیه، میخوام شب زود بخوابم که خوابم ترسیده. اینو ترسیدم.